دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در کتاب سوم در درس دوم دروس لغت العربیه لغیر الناطقین بها قرار داریم. در این درس و توفیق خداوند یکتا با اسماء معرب و اسماء مبنی آشنا میشیم. پس به درس آغاز میکنیم. المدرس این حامد، حامد کجاست؟ فیصل در جواب میگه سیأتی بعد قلیل انشاء الله، رأیته وهو يدخل الحمام. فیصل در جواب میگه که بعد از وقت کم انشاء الله فیصل میایه، ما دیدم که او در توالید داخل میشه. المدرس معلم میپرسه و این حمزتو، حمزه کجاست؟ فیصل در جواب میگه خرج من الفصل و هو یحمل کتبه، ما دیدم که از صنف میبرامد در حالی که کتاب ها به دستش بود. اظن انه رجع الى المهجعی، گمان میکنم که به خوابگاه برگشتم. مایه میگوید رأیته و هو یدخل المستوصفه، ما دیدمش در حالی که به کلینیک داخل میشد. لعله مریض، شاید که مریض باشم. معلم میگه شفاه الله، خداوند تعالی برای شفا بده. متى رجعتم من مکه یا اخوانو، شما چه وقت از مکه برگشتین؟ فیصل در جواب میگه رجعنا مساء امس، ما دیشب برگشتیم. خرجنا من مکه و الشمس تطلع، ما در حالی از مکه برآمدیم در حالی که آفتاب میبرآمد. و وصلنا طیبه الطیبه و الناس یخرجون من المسجد النبوی بعد صلاه الظهر، و ما زمان به طیبه الطیبه رسیدیم که مردم از مسجد نبوی بعد از نماز ظهر می برآمدند. معلوم میگه تقبل الله عمرتکم، خداوند تعالی عمره شما را قبول کنه. طلاب در جواب میگن آمین. بعد از اون معلم میگه اقرا الحديث المكتوب على السبوره يا معاويه، ای معاویه حدیثی که در تخته نوشته شده بخوان. معاویه یقف و یقرا، استاد میشه و میخونه و میگه بسم الله الرحمن الرحیم. معلم میگه اقرا و انت جالس، بخوان در حالی که تو نشسته هستی. معاویه میگه اريد ان اقرا و انا واقف، من میخوام که در حالت استاد شدن بخوانم. معلم در جواب میگه کما تشاء، چنانچه خوش داری یا میخواهی. معاویه میگه عن جابر رضی الله عنه قال اتیت النبی و هو فی المسجد فقال، جابر رضی الله عنه میگه که ما به مسجد نبوی آمدم در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد بود، پس گفت. دوستان گرامی، یک مراجعه بسیار سریع با صفحه اول میکنیم. در اینجا شما میبینین که اینا بعد هو، هو، اینا، هو، هو، انه، یا همش اسماست و مبنیست. و البته مبنیاتم شما چنانچه در درس های سابقه خواندین که اسمای مبنی محدود است، هشت اسم است که عبارت از ضمایر است
اسمای اشاره است، اسمای موصول است، اسمای کنایه است، اسمای اصوات است، ظرف زمان و ظرف مکان است، یعنی بعضش، و همچنان مرکبات است، مرکبات عددی. پس شما با او درسای گذشته مراجعه کنید تا این درس خوبتر بین اسم مبنی و بین اسم معرب تفکیک کنید. بعد از او به صفحه جدید انتقال میکنیم، به صفحه 16. بعد از این رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جابر رضی الله عنه امر میکنه که صلی رکعتین، یعنی دو رکعت نماز بخوان. متفق علیه یعنی روایت از بخاری و مسلم. بعد از آن معلم میگویم اشرح لكم الدرس الان، من درس برایتان شرح میکنم. فاسمعوا، پس بشنوید. ولا تكتبوا شيئا، و هیچ چیز نوشته نکنید. و انا اشرح، در حالی که ما برایتان شرح میدم. تأتی الواو لمعان کثیرت، واو در زبان عربی معناهای مختلف داره، منها العطف، از جمله عطف است. مانند چی؟ نحو خرج الزبیر و حامد، حامد و زبیر برآمدند. در اینجا بعد زبیر واو، ای واو به نام واو عطف میگویند. درسنا اليوم السيرة والفقه، ما امروز سیرت نبوی و فقه را خواندیم. در ایجا واو واو عطف است. اکلتو و شربتو، و همچنان بعد از اکلتو ای واو واو عطف است. و منها، و از جمله، معناهای واو قسم است. میگویی که نحو والله ما رأیته، با خدا ما او را ندیدم. در ایجا حرف واو پیش از لفظ جلاله ای حرف قسم است. و واو القسم من حروف الجر، و همچنان واو قسم از جمله حروف جر است. زمانی که بالای اسم داخل میشه اسم مجرور قرار میده. و همچنان از جمله معناهای واو در زبان عربی حال است، که حالت یک شخص بیان میکنه. نحو اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو فی المسجد، یعنی ما زمانی به مسجد نبوی داخل شدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی بودند. ای حال کونه فی المسجد، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم در مسجد وجود داشتند. رأیت الحسن و هو یخرج من المقصف، ما حسن در حال دیدم که او از کانتین می براید یا می برآمد. ای حال خروجه منه، یعنی زمان خروجش از کانتین. و الیکم امثله اخرى لواو الحال، و برایتان مثال های دیگری با واو حال تقدیم میشه. مثلا میگی که مات ابی و انا صغیر، پدرم انگام وفات کرد که ما خردسال بودم. دو دخلت المسجد والامام یرکعو، ما هنگامی به مسجد داخل شدم در حالی که امام رکوع میکرد. سه لا تأکل و انت شبعانو، نخور در حالی که تو سیر هستی. ای واوها رو که شما مشاهده میکنین همش به نام واو حال گفته میشه. لعلكم فهمتم، خدا کنه که فهمیده باشید. هات الان مثالا لواو العطف یا ایوبو، حال تو ای ایوب مثال های با واو عطف برای ما تقدیم کن.
ایوب در جواب میگوید ذهبت الى السوق و اشتريت اشياء، ما به بازار رفتم و از آنجا چیزهای خریداری نمودم. معلم میگه احسنت شاباش، هاد مثالا لواو القسم یا معاویه تو. تو ای معاویه مثال از واو قسم بیار. معاویه میگه والله ما غبت قط، با خدا قسم است که ما هیچ غیر حاضری نکردیم. معلم میگه احسنت شاباش، هاد مثالا لواو الحال یا فیصل، ای فیصل یک مثال از واو حال بیار. فیصل در جواب میگه دخلت المسجد والامام يخطب، ما هنگامی به مسجد داخل شدم در حالی که امام خطبه میگفت. معلم میگه احسنت شاباش، هاد مثالا آخر یا یونس، ای یونس تو مثال دیگه بیار. یونس در جواب میگه طلبت العلم و انا کبیر، ما به فرا گرفتن علم زمان آغاز کردم که بزرگ سال بودم. البته شما در اینجا میبینین که رنگ آبی همش اسماست و اسمای معربه است که یعنی اعراب میشه، مرفوع، منصوب و مجرور، علامات اعرابیشان که یا اصلی است یا فرعی ظاهر میشه در این اسما. بعد از او به صفحه جدید انتقال میکنیم. در اینجا مدرس میگه احسنت یا عبید الله اذکر آیتا فیها واو للحال، ای عبید الله شاباش، تو یک آیت را بر ما بخوان که در او واو حال آمده باشه. عبید الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. بعد از اینکه این آیت عبید الله میخونه، معلم میپرسه این واو الحال فی هذه الآیه، واو حال در این آیت در کجاست؟ عبید الله در جواب میگه فی قوله تعالی و هم کفارون، در حالی که اونا در حالت کفر مردند. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کسایی که کفر آوردند و مردند در حالی که کافر مردند. عبید الله میگه فی قوله تعالی و هم کفار، در حالی که کافر بودند. معلم میگه احسنت شاباش، بقی ثلاث دقائق فهل من سؤال، 3 دقیقه به زنگ مانده، آیا کدام سوال دارید؟ معاویه میگه نعم بله، لدی سؤال، ما سوال دارم. ما معنا الحرم، حرم چی معنا؟ در قول خداوند تعالی يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، اي کسانی که شما ایمان آوردید شما شکارا در حالی که محرم هستید نکشید. این معنای آیات. و اما معلم در جواب میگه محرمون، در حالتی که شما احرام باشید و مفردش حرام یعنی محرم. معاویه میگه جزاک الله خیرا، خداوند تعالی برای تو پاداش نیک بدهد. یرن الجرس، در اینجا زنگ زده میشه. و یخرج المدرس، و معلم از صنف میبراید. و هو یقول، در حالی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از این به صفحه دیگه انتقال میکنیم و در تمارین در اینجا ما بحث ما در افعال است که باید فعل مضارع
معرب و فعل مضارعی مبنی را شناسایی کنیم. و همچنان ماضی و امر که همیشه مبنی است همچنان ای را شناسایی کنیم و رنگ ها را بر شما در ایجا گذاشتیم تا خودتان مضارع معرب، مضارع مبنی و ماضی مبنی و امر مبنی را شناسایی کنیم. تمارین یک، عجب عن الاسئله الاتیه، به این سوال ها جواب بگوید. یک، این را فیصل حامدن. دو، این ذهب حمزتو. سه، متى خرج الطلاب من مکه و متى وصلوا المدینه المنوره. چار، من الذي قرأ الحديث. پنج، ما معنى الحرم في الآية الواردة في الدرس وما مفردها. دو، البته شما زمانی که قطعه را بخوانید به این سوال ها به بسیار آسانی جواب گفته می توانید. دو، تأمل الأمثلة الآتية لواو الحال. شما به این مثال هایی که مثال های واو حال است غور کنید. یک، حججت و انا صغیر. واو و انا صغیر. دو، دخلت المسجد و الناس یخرجون منه و الناس. سه، مات الرجل و هو نائم و هو نائم. چار، عاش جدی اکثر من مئة عام و مات و انا صغیر و مات. پنج، طلبت العلم و انا متزوج و انا. شش، لا تقرأ الصحیفة و انت تمشی فی الشارع و انت. هفت، قال تعالی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا و انتم. سه، ميز واو العطف من الواو الحالي في الجمل الآتية. ضع خطا واحدا تحت واو العطف وخطين تحت واو الحالي. شما بين واو، واو عطف وواو حال، يعني واو عطف وواو حال از هم دیگر جدا کنید، یک خط در زیر واو عطف بگذارید و دو خط با زیر واو حال بگذارید. یک، خرج المدرس من الفصل. خرج المدرس من الفصل و ذهب الى مکتب المدیر. آیا ای واو واو عطف است یا واو حال؟ اگر واو عطف باشد یک خط و اگر واو حال باشد دو خط بگذارید. دو، دخلت على المدير و هو يكتب و هو يكتب. تشخیص کنید که واو واو چیست. سه، دخل حامد و معاویت و الحسن الفصل و المدرس یشرح الدرس. در اینجا دو واو داریم، حامد و معاویت و بعد از او و المدرس یشرح الدرس. این دو واو از هم جدا کنید که کدامش واو عطف است و کدامش واو حال است. چار، اعرف اللغتینی الانگلیزیت و الفرنسیت. در بین دو اسم واو است، ایرا بگوید که اسم واو حال است یا واو عطف. پنج، جاءنی الولد و هو یبکی و هو یبکی و رجع و هو یبکی. در ایجا سه واو شد، و هو یبکی و رجع و هو یضحک. شش، دخل اسماعیل المسجد
والإمام يقرأ الفاتحة والإمام در ايجا بقولت كي والإمام واوي چيست چار عين نوع كل واو مما ورد في الجملة الآتية نوع هر واو در جملة هاي آتي تشخيص كنيد والله ما غبت يوما والله اي واو واو چيست وانا صحيح وانا صحيح لا هذه السنة ولا السنة الماضية پنج اكمل كل جملة مما يأتي بجملة حالية مناسبة و زائد جملة اسمية شما ای جملات یا به جملات حالی تبدیل کنید حالی مناسب و به جمله های اسمی مثلا میگی که دخلت المسجد والامام يركع و يركع ایواو واو حالی است و اما اگر ایر ما جمله اسمی بسازیم میگیم که المسجد کبیر دو وصلت الطائرة مطار جدتا بعد زود تکمیل کنید حججت تکمیل کنید رأیت المدرس بعد زود تکمیل کنید مات عمي بعد زود تكميل كنت يعني يك واو حالي بتت ميغن ك مات عمي وانا صغير عمي رجل فاضل شش خرجت من المدينة تكميل كنت ووصلت الرياضة تكميل كنت شش اجعل كل جملة مما يأتي جملة حالية لجملة من انشائك شما این جملای آتی را که جمله حالی است این یک جمله از انشاء خود درست کنید مثلا میگویی که رأيتك وانت تمشي في الشارع در اینجا این جمله را شما درست کردین پس جملات بعدی آن را هم که واو حالی داشته باشه از انشای خود درست کنید مثلا در این دوم میگن که درست و انا طفلون بعد از او به صفحه بعدی انتقال میکنیم مثال سوم المدرس یکتب الدرس على السبورتی المطر ينزل الشمس تغرب المؤذن يقيم انا صغير هفت يطلب المدرس الى كل طالب ان يقرا الدرس وهو جالس معلم از هر شاگرد بخواهد تا درس را در حالت نشستن بخواند و هو واقف در حالت استاد شدن بخواند للتأكد من فهمه للجمله تا بداند که جمله را درست فهمیده یا خیر هشت تفید لعل الترجی والاشفاق کلمه لعل رجامندی و اشفاق را معنا میدهد و یتبه الفرق بینهما من المثالین الاتیین شما فرق این دو معنا را در مثال های آتی می دانید لعله بخیر ای ارجو ان یکون بخیر ای به معنای ترجیست یا رجامندیست یا آرزومندیست که لعله بخیر امید است که او در خیر باشد ارجو ان یکون بخیر ما آرزو می کنم که او به خیر و عافیت باشد دو لعله مریض اگر در این جمله استعمال شد
به معنای که ما خوف دارم یا می ترسم که او مریض باشه. ای اخشا ان یکون مریضن و ای بخاطر شفقت است. یعنی لعله گاهی برای آرزومندی یا رجامندی استعمال میشه، مانند لعله بخیر، و گاهی برای اشفاق و ترس استعمال میشه لعله مریضن. ماذا تفید لعل فی الجمل الاتیه؟ لعل در جمله های آتی چی معنا دارد که ایرا شما جواب میگوین؟ یک، لعلک ناجحون. دو، لعلی راسبون، واضح است. سه، لعل الامتحان سهلون. لعل الامتحان صعبون، که در کدام جمله رجامندی است و در کدام جمله ترس و خوف است. پنج، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع لعلی لا احج بعد عام هذا. لعلی در ایجا لعل آرزومندی را منامیتا و یا خوف و ترس. بعد از این به صفحه دیگر انتقال میکنیم. نو، الیکم امثله اخرى، برای شما دیگه مثال رو تقدیم میکنیم. هنا الیکم اسم فعل، البته کلمه الیکم ای فعل نیست بلکه اسم فعل است که همیشه اسم فعل مبنی است. و اسم الفعل کلمه تدل على ما يدل عليه الفعل، و اسم فعل کلمه است که دلالتش عین دلالت فعل است. اما متوجه باشین که علامات فعل قبول نمی کنن. و الیک معناه یعنی خود، الیک اسم فعل است معنای آن یعنی خود. تقول الیک هذا الكتاب، یعنی معنای زی که این کتاب بگیر. دو، یا اختی الیک الملائق، ای خواهرم قاشق ها را بگیر. سه، یقول المذیع، خبرنگار میگوید یا گوینده میگوید الیکم نشرت الاخبار، اخبار ساعت برایتان تقدیم است. و کذالک، و همچنان کلمه آمین، ای اسم فعل است به معنای استجب، یعنی خدایا تو دعاهای ما را قبول بگردان. ده، اشیاء، کلمه اشیاء ممنوع من الصرف است، لان اصله اشیاء على وزن افعلاء، نحو اغنیاء و اصدقاء. شما در ایجا کلمه ای رو میبینیم که با وزن افعلاء است. در اینجا کلمه اشیاء رو میبینیم که از جمله ممنوع من الصرف است، و چنانچه میدانین ممنوع من الصرف نوع اسم است که در حالت رفع به ضمه و حالت نصب و جرشان به فتح است. یازده، شفاه الله، این جمله دعای است که اصلش فعل ماضی است و اما معناش معنای آینده است که خداوند تعالی برایش شفا بدهد. هاتی مثالا آخر من الدرس للفعل الماضی الذي يفيد الدعاء. شما از درس سه مثال بیارید که افاده دعا را بکنم. دوازده، هل من سؤال، ای یک جمله است که اصلش هل من سؤال عندك، آیا تو سؤال داری؟ و کلمه من در ایجا زائد است یعنی اضافی است، و از شروطش که باید ان یسبقها نفی او نهی او استفهام به هل، باید قبل از این یا نفی بیاید یا لا بیاید یا لای نافیه بیاید یا لای ناهیه یا استفهام. هل من سؤال،
دو ان يكون مجرورها نكره و همچنان مجرورش نكره باشن. من سؤال، در ايج سؤال نكره است. كون جملا على غراره مستعملا الكلمات التي بين قوسين. شما اینا مثال های درست کنین و از بین دو قوس کلمات استفاده بکنید. مثلا خبرون، میگن که هل من خبرن، هل من جدید، لا مزید، به این ترتیب. لدي سؤال، لدى ظرف است، ظرف مكان است، به معنای عنده. و تقلب الفه یا ان، و الف لدى به یا تبدیل میشه به یا ضمیر، چنانچه الف الا و علا همچنان به ضمیر تبدیل میشه. میگی که لدیه، لديك، لدي و اليك. و مثال های آن، وجدته لدى الباب، ماذا لديك. و در قرآن کریم، ولدينا كتاب ينطق بالحق كل حزب بما لديهم فرحون. 14، ما ضد المريض، ضد کلمه مریض چیست. 15، هاتی ماضی الافعال الاتیتی، ماضی افعال که همش مضاری است، شما ماضی آن را بیاورید. یحملو، یطلعو، یخطبو، یغربو، یقربو، ینطقو. 16، هاتی مفرد الاسماء الاتیتی، مفرد ای کلمات یا ای نامها را شما بیاورید. حرمون، سکارا، ملائکه، معان، ابدا. هاتی جمع الاسماء الاتیتی، جمع این اسما را بیاورید. عام، طفل، صحيح، متزوج، حزب، إمام. أجدى، دخلت على المدير، أي دخلت مكتب المدير وهو فيه. معنى كلمة جملة دخلت على المدير يعني ما بدفتر مدير داخل شدم در حالك او وجود داشت. 19، اقام الصلاة، المضارع يقيم والامر اقم، اقام يقيم اقم. 20، ما الفرق بين العبد والعبيد، ماذا تسمى صيغة العبيد في الصرف. فرق بين عبد وعبيد چیست؟ البته عبید تصغیر عبد است، یعنی بنده و بندگک، و این صیغه در صرف به نام صیغه تصغیر نامیده می شود. 21، وصلت المدینه، و وصلت الى المدینه. هر دو جمله درست است. اگر بگویم وصلت المدینه و وصلت الى المدینه. 22، یجمع معنا على معان، جمع معنا معان میشه. هاک امثله اخرى لمثل هذا الجمع، و مانند معنا کلمات دیگر است که جمع آن به می ترتیب می باشه، و این کلمات عبارت از جاریتون جوارن، ماشیتون مواشن،
ليلة ليال، داعية دواع، ناد نواد. در اینجا کلمه معان در آخرش تنوین است، تنوین در رفع و جر، و جرش به فتح نیست، مانند للواو معان کثیرتون ای مرفوع است، تأتی الواو لمعان کثیرت ای در حالت جر است، اعرف للواو معانی کثیرتن ای در حالت نصب است. دوستان گرامی، ای بود درس دوم از کتاب سوم دروس لغت العربیه لغیر الناطقین بها که در اینجا به پایان رسید. تا درس آینده شما را به خداوند یکتا سپرده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.